أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. با نام و یاد پروردگار متعال، عرض سلام دارم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه عارفانه. پروردگار بی‌نیاز و شاکر هستیم که در این روز بسیار خوب در خدمت شما بینندگان عزیز قرار داریم از طریق برنامه عارفانه. آرزومند هستم که از نعمت سلامتی بهره‌مند باشین و انشاءالله که وقت و فرصت کافی هم داشته باشین تا برنامه خودتان را امروز هم پیگیری بفرمایید. عرض احترام مجدد خدمت شما همراهان محترم برنامه عارفانه دارم. تشکر میکنیم از این که این برنامه رو بر تماشا انتخاب کردین. به توفیق خداوند متعال قرار است که امروز در رابطه با یکی از آموزه های بسیار زیبای قرآنی و آموزه هایی که میتونیم در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسیار به طور برجسته این آموزه رو مشاهده بکنیم. ما میخواییم در برنامه امروز در رابطه با جایگاه شکر در سیره پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت بکنیم. همونطور که میدانید یکی از مهمترین تکالیف و وظایف بندگان در قبال خدایی که منعم ماست انجام دادن و به جا آوردن شکر هست. در رابطه با شکر میخواییم صحبت بکنیم و افتخار داریم که در خدمت استاد گرانقدر و فاضل ارجمند جناب استاد وسیق هستیم و انشاءالله در این برنامه هم از خدمت ایشان و از صحبت های ارزشمندشان بهره مند خواهیم شد. خدمت شما جناب استاد در سلام داریم، خیلی خوش آمدید. متشکر. من هم سلام خود را خدمت شما و خدمت همه بینندگان خوب شما تقدیم میکنم. سپاس و تشکر جناب استاد وسیق از حضور ارزشمند شما در این برنامه. مقدمه خدمت عزیزان بیننده عرض کردیم، صحبت ما انشاءالله پیرامون جایگاه شکر خواهد بود و بیشتر انشاءالله بخواییم قبل از این که حالا وارد این بشیم که شکر و سپاس در سیره پیامبر گرامی اسلام چگونه متجلی بوده، بیشتر از اینجا بپردازیم که آیات کریمی قرآن مجید و روایات برگرفته از سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه این مسئله را برای ما آشکار ساخته. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه و اتباعه و اهل بیته و من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدون شك در آيات متعددي از قرآن كريم راجع به جایگاه شکر و همچنان تداوم نعمت، بله، اینکه الله متعال نعمت‌های خود را به بندگان خود فراوان می‌سازه، تداومی از این نعمت توأم با شکر و سپاسگزاری از نعمت‌های پروردگار بوده. یعنی ما از آدم علیه السلام تا خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تمام انبیا و اقوامشون را ببینیم، اقوامی که هلاک شده و تباه شده و یکی از اسبابشان اینمی ناشکری از نعمتهای پروردگار بوده. بله. مثلا قصه و داستانی که خیلی مشهور از در قرآن کریم در سوره سبا هست که الله تعالی میفرما لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور. در این آیه قرآن کریم واقع و داستان یعنی سباره. سبا یا سبا نامی یک شخصی بوده که در یمن تقریبا در 40 کیلومتری صنعا یک بندی بوده، اونجا به نام یک دره بوده، یک دره بسیار زیبا و سرسبز به نام دره سبا یا منطقه سبا بوده. و این دره طوری بوده که در زمان ملکه بلقیس، در زمان سلیمان علیه السلام، آب سرچشمه‌ای که از کوه‌ها سرازیر می‌شده، اینجا یک بندی را ایجاد کرده که
که دو تا کوی بوده، وسط از این کوره یک بند خیلی بزرگه اینجا ساختن تا ای که آب در عقب از این بند جمع شوه و آب ضایع نشوه. یعنی خیلی مردمی با فکر بودن که از نعمت های پروردگار در ابتدا بسیار درست استفاده میکنه، حتی آب را اجازه نمیدادن که بیهوده بیفایده مصرف شوه. بله. اینجا آب را که وقت بندی را ساختن مطابق آب که مورد ضرورتشان بود از این آب استفاده میکنن، دیگه آب اینجا ذخیره بود. الله سبحانه و تعالی در سوره سبا ایره بزرگترین نعمت خود را برای از این مردم معرفی کرده که این مردم از طرف راستشان جنت بود، جنتانی عن یمینی و شمالی، جنت باقی از طرف راست، از طرف جنت از طرف راست چپ. یعنی معنیش این است که در سبا که می رفتید طرف راست و چپتان مکمل باقی بود، هر نوع میوه‌ای که انسان دلش میخواست اونجا پیدا میشد. از همین خاطر مردم سبا از بسی که الله امتحان نعمت های خود به این مردم فراوان ساخته بود، اینا گفتن که والا همین سفرش به ما مزه و لذت نمیت. از همین خاطر یک دعا کردن که ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار رو ما خو همین سفر هم میگن مشقت از تکالیف است، ما همین سفر هیچ نفهمیدیم. چون اینها در درک وقت سفر میکردن نه احساس گرمی رو میکردن چون مکمل درخته های با دره رو پوشانده بود، نه احساس سردی رو از زمینسانش بسیار یک هوای معتدل، نه احساس گرسنگی رو میکردن. در هر محیط و منطقی اینجا میوه پیدا میشد. بله. اینها زمانی که تا زمانی که این نعمت های پروردگار را استفاده میکردن و شکر و سپاسگزاری نعمت های پروردگار را به جا می آوردن، این نعمت ها همراهشان بود. اینها به مرور زمان از نعمت های پروردگار ناشکری کردن. چه قسم ناشکری کردن؟ مثلا مردمایی که در این دره فقیر بود هر روز فقیرتر میشد، کسایی که وضعیت اقتصادشان خوب بود هر روز غنیتر میشدن. به حالت مردم فقیر و بیچاره در اینجا وضعیت اقتصادشون خیلی خراب شده. اگر میگفتن که چیزی برای ما کمک همکاری، میگو برادر ما زحمت کشیدیم، ما خودم پیدا کردیم و ای از فکر و کله خود تو هم کار بکن دیگه، پیسه ما خونیست، نه زکاتی بود، نه صدقه بود، نه خیراتی بود، نه خمسی بود، هیچ چیز در میانشون نبود. سرانجامی بود که زمان پیغمبران پروردگار به این دره میه به خاطر دعوت کردن، نه گپای پیغمبرمش نصیحت و خیرخواهی را اصلا هیچ نمیپذیرن، قبول نمیکنن. در حالی که الله تعالی در قرآن کریم کلوا من رزق ربکم، شما بخورین از روزی پروردگار، واشکرو له، یعنی شکرگزاری نعمت های پروردگار را بکنین، چون بلدتان طیبه، واقعا یک شهر یک کشور زیبایی را خداوند براتون داده، و رب غفور، و پروردگاری که غفور و بخشاینده هست. این تو یک پروردگار، این عطا و بخشش هم چه یک ذاتی است. زمانی که اینا ناسپاسی و ناشکری را کردن، نعمت های پروردگار استفاده کردن و از پروردگار فاصله گرفتن، نعمت های پروردگار را خوردن، در حق دیگر انسان ها ظلم کردن، نعمت های پروردگار را خوردن، عبادتش را ترک کردن، الله متعال اینجا در بندی خیلی بزرگی یک موشی را اینجا مسلط میکنه، مقرر میکنه که یمی بند تخریب کرده میره. آله. پایین یک موش خورده، در مطور که نمرود یک مگس در داخل بینیش داخل شد. بله. که حتی آن قدر به تکلیف میشد که چی قصداش کلی مردم را کلی مردم خبر میشن و کسی نتونست که تدابی بکنه. یک مخلوقی را الله در این بند توضیح کرد، یک روز این بند با همی عظمت و بزرگیش این چپه شد و مکمل آب، داشته های آبی که در اینجا ذخیره بود همگی رفت و مکمل باغه های سرسبز و کشت و زراعت را همگی را به خاک یکسان کرد. این مردم بعد از اینکه این واقع رخ داد، دیگر در این دره بجز از درخت گز و چند تا از درخت سیدی که او قابلی و حساب چی نبود که مشکلی مردم را به طرف بکنه، سنجام مردم اونجا را ترک کردن و مهاجر شدن به مدینه و به شام، که مردم های عرب از همی قحطان، همی سبای ابن قحطان که به قحطانی ها میرسه که در دیگر جا پراگنده شدن. یعنی در این داستان الله متعال اینجا بیان میکنه که شکرگزاری نعمت های پروردگار را بکنین. اگر شما شکر نعمت های پروردگار را کردین، شما در این نعمت ها برای همیش میمونین. اگر در صورت که ناشکری کردین، این نعمت ها موقتی است برای شما، به صورت دائمی نیست. پس تداوم نعمت ها، نعمت هایی را که الله سبحانه و تعالی بر انسان عطا کرده، بر انسان داده، زمانی این نعمت ها تداوم پیدا میکنه
که ما واقعا از این نعمت ها بتونیم درست استفاده بکنیم و صاحبی از این نعمت را که پروردگار است ما را بشناسیم. خدا خیرتون بده. بسیار مطالب ارزشمندی بود استفاده کردیم. بینندگان عزیز و گرامی خواهش من دستم همراهی بفرمایید پس از میان برنامه‌ای که نشر خواهد شد ان شاء الله باز هم ادامه این مطالب ارزشمند تقدیم شما خواهیم کرد. با ما باشید. از سرور اتقیا و پیشوای مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نقل شده که فرمودند در وصیتی که به جناب کمیل ابن زیاد داشتند فرمودند یا کمیل انه لا تخلو من نعمت الله عز و جل عندك و عافیته. ای کمیل هیچ لحظه‌ای نیست مگر اینکه تو شامل حال تو نعمتی است از جانب پروردگار متعال و عافیتی که از طرف او به تو رسیده. فلا تخلو من تحمیده و تمجیده و تسبیحه و تقدیسه و شکره و ذکره علی کل حال. پس لحظه ای نباید ساعات و لحظات زندگی تو خالی از ذکر خداوند، تحمید و تمجید و تسبیح و تقدیس خداوند بزرگ باشه که در هر لحظه برای تو نعمتی قرار داده. حقیقتا همین طور هست، ما غرق در نعمت‌های بیشمار خدای متعال هستیم که خود الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهید نعمت‌های پروردگار را به شماره در بیارید و حساب بکنید هرگز نمی‌توانید. صحبت ما در برنامه امروز در رابطه با جایگاه شکر است که می‌خوایم در پرتو سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بیشتر این مقام ایمانی را بشناسیم. بفرمایید. تشکر استاد گرامی. بدون شک اگر ما با آیات متعدد از قرآن کریم ببینیم، همون آیاتی را که شما در ابتدای برنامه تلاوت کردین که الله سبحانه و تعالی می فرماید که ووصین الانسان بوالدیه احسانا، یعنی ما حکم کردیم این که با پدر و مادر خود احسان و نیکی بکنین. چرا؟ بعد می فرماید که چون همین مادر هست که اولاد خود را در بطن خود می برداره. بله. که ما برداشتنش را و همچنان زمان شیردهی و زمان جدا کردن از شیر را که 30 ماه 30 شهرن، یعنی 30 ماه که یک مادر درگیری این مشقت و این تکلیف است، در البته به خاطر تربیت فرزند خود. بعد همین فرزند که تولد شد و احساس کرد که واقعا این پدر و این مادر به خاطر به دنیا آوردن و به خاطر تربیت اولاد خود چقدر تکالیف و مشقت را متحمل شدن، بعد همین شخص دعا میکنه که ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علیه، ای پروردگار برای ما توفیق نصیب بگردان، ربی اوزعنی، ای الله برای ما توفیق نصیب بگردان، ان اشکره، ما شکرگزاری بکنم نعمتایی را که برای ما ارزانی نمودی. بله. یعنی اینجا انسان مؤمن مسلمان همواره که دعا میکنه، یکی از دعایش است که پروردگار را توفیق شکر را برای ما نصیب بگردان. درست. همان طوری که در حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم برای اصحاب و یاران خود دستور دادن، گفتن شما این دعا را همیشه بکنین، چون همین شکر و توفیقات پروردگار است که برای کسی نصیب میشه که او شکریت نعمت های پروردگار را به جا میاره. فرمودن که دعا را همیشه بخونین که ربی اللهم اعینی علی ذکرک و شکر عبادتک، اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار را مرا کمک و همکاری بکن، اللهم اعنی علی ذکرک، پروردگارا مرا کمک و همکاری بکن که من همیشه زبانم تر به یاد تو باشه. بله. و شکری که یا الله برای من این کمک و همکاری را بکن که من همیشه شکرگزار نعمت‌های خود باشم یا الله. و حسن عبادت، یا الله برای من توفیق غزیر نصیب بگردان که من عبادتی را که مکلفیت‌هایی را که به دوش من گذاشته شده با وجه احسن او را من انجام بدم. یعنی این آیه مبارکه هم ایره انسان‌های موفق و انسان‌هایی که واقعا نعمت‌های پروردگار را می‌دونن همیشه دعا می‌کنن که از الله توفیق غزیر می‌طلبن که خدایا برای ما توفیق غزیر نصیب بگردان که ما همیشه شکرگزاری نعمت‌های تو را به جا بیاریم. آیاتی را که ما خدمتتون تلاوت کردم که الله متعال می‌فرماید که و ایت تعذن ربکم
وقتی که پروردگار اعلام کرد برای شما چی تو اعلام کرد؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر و سپاسگزاری نعمت های پروردگار را کردین لازیدن نکم. الله میگه میفرمایه که من نعمت های خود را به شما زیادتر میسازم. بله. ولی این کفرتم این عذاب لشدید. اگر شما ناسپاسی کردین عذاب من خیلی سخت است. که اینجا مفسر این عذاب را اینجا امانه فقر و بیچارگی و فاقه و گرسنگی است که زمانی که شما نعمت های پروردگار را درست استفاده کردی و صاحب نعمت را که الله هست یعنی الله را شناختین به دستورات از او عمل کردین نعمت را الله امطور براتون بیشتر میسازد. در تحت از این آیت حدیثی هم از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم روایت است که فرمودن عجبا لامر المؤمن ان کله له خیر. تعجب است به انسان مؤمن که همه امور به خیر انسان است. بعد میفرماید که چطور به خیر انسان است؟ این اصابت و سراء شکره فکان خیر له. اگر به انسان خوشی اموری برش میرسه و کاری که در اون نهایت خرسند و خوشحال میشه خوش میشه شکره جا به جا شکرگزاری نعمتهای پروردگار میکنه و ایره از جانب پروردگار میدانه که الله چنین توفیق ده به انسان نصیب گردانیده که چنین کار کرده. از همین خاطر یک شخصی از پیامبر پرسید که یا رسول الله مل ایمان، ایمان چی را گفته میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا حدیث است که اذا ساعتک سیئتک وقتی که بدیت تو را غمگین و خفه بسازه و نیکی تو را مسرور و خرسند بسازه فذلک الایمان. این ایمان گفته میشه یعنی زمانی که تو از بدی پشیمون شدی، وقتی تو اعمال نیک و کار خوبی را انجام دادی شکر و سپاسگزاری پروردگار را به جا آوردی و خوشحال شدی این میره ایمان میگن. بعد در این حدیث میفرمایه که ویدہ وقتی که به انسان مؤمن مسلمان اگر مصیبتی میرسه مشکلی براش میرسه صبر میکنه فکان خیر له، به انسان به خیرش است. پس واقعا انسان مؤمن مسلمان در هر حالت اماست که الله سبحانه و تعالی یعنی برش نعمتی را ده او خرسند و خوشحال میشه شکرگزاری نعمت های پروردگار را میکنه و اگر برش مصیبتی میرسه به خداوند رجوع میکنه و در این مصیبت از الله اجر و پاداش میخواه. این واقعا یک جایگاهی هست برای انسان مؤمن مسلم. واقعا همینطور است. بله سپاسگزار هستیم جناب استاد. حالا قبل از اینکه بپردازیم به نمونه های از آموزه های پیامبر گرامی اسلام که در واقع بر ما یاد دادن که چگونه باید شاکر باشیم، دو سریم بفرمایید که حالا اگر کسی این مقام را دریافت یعنی دارای مقام شکر شد و اهل شکر بود چه پیامدهایی برای او در دنیا آخرت داره و خدا نکرده در صورتی که کسی نعمتهای خدا را نشناسه و شاکر نعمتهای خدا نباشه چه پیامدهایی خواهد داشت؟ انسان شاکر، انسانی که وقتی که همین جهان را شناخت که دنیا یک دنیای زودگذر است و این همه نعمتها از جانب پروردگار است، وقتی که انسان این را شناخت اولی که این شخص مطیع و فرمانبردار میشه. همونطوری که یکی از بزرگان ذکر کردند که میگه یک روز ما در راه میرفتیم که یک شخص امی دعا را میخوان که الحمدلله الذی فضلنی علی کثیر من خلقنا تفضیلا، خداوند را سپاسگزار هستم به اینکه مرا به بسیار از مخلوقاتش برتری داده. این شخص والله علم امام احمد ابن حنبل یکی از امامای مذهب اهل سنت است، میگه وقتی این گپ گفت که خداوند مرا به بسیار از مخلوقاتش برتری داده ما سپاسگزاری میکنم، ما دیدیم که آدم چشم نداره، چشم نداره که جای را ببینه و دست هم نداره و پای هم نداره، تو در گوشتی زنده هست. من رفتم به نزدی از او گفتم برادر امید دعایی را که شما میکنین من از این را میفهمین؟ میگه گفت بله میفهمم. گفتم خیلی خدا به تو چی داده که تو با او شکر گذاری میکنین که به دیگران نداده؟ تو چشم نداره که جای را ببینه، دست نداره که چیره بگیری، پای نداره که به جای بروی، خود چی داده خداوند برای تو؟ گفت الله سبحانه وتعالی برای من سه چیز داده که به بسیار از مردمان نداده. یکی لسان ذکر بح. یعنی زبانی که همیشه تر به یاد پروردگار است. دوم قلب الخاشع، قلبی که همیشه از معصیت پروردگار میترسه و همیشه به رحمت پروردگار امیدوار است، بسیار از کسا هست گیر نداره. و سوم و جسم صابر، جسمی که در مقابل این مصیبت صبر کرده و حوصله کرده. بنابراین یعنی انسانی که وقتی قدر نعمت‌ها را فهمید، وقتی که این جهان را حقیقتش را فهمید، او همواره با اندکترین چیزی که داره
با او قناعت میکنه و شکرگزاری از او را میکنه و از خداوند در مقابل از این اجر و پاداش میخواه و این شخص هیچ وقت دلتنگ، هیچ وقت با مصیبت، هیچ وقت جگرخون، هیچ وقت خفه نمیشه، چون این حقیقت را درک کرده. واقعا متنست، تشکر از لطف شما جناب استاد. از زن بیننده خوشمند دستان همراهی بفرمایید، باز هم وقفه دیگری در خواهیم داشت در برنامه و پس از دیدن میاد برنامه خدمت شما خواهیم رسید و مطالب باقی مانده را تقدیمتان خواهیم داشت. تشکر میکنیم از همراهیتان بینندگان عزیز، با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتون هستیم و یکی از احادیث بسیار نورانیه که از حضرت امام هادی علیه السلام به ما رسیده خدمت شما در این لحظه بنده تلاوت میکنم. فرمودن القى النعم بحسن مجاورتها والتمس الزيادة فيها بالشكر عليها، برای نعمت هایی که خداوند متعال به شما داده همسایه و همنشین خوبی باشید و زیاد شدن نعمت ها را به وسیله شکر کردن آنها از خداوند التماس بکنید. انشاءالله که بتونیم هم همسایه و هم نشین خوبی باشیم با نعمت های پروردگار و هم از طرفی با ادای شکر این نعمت ها که پس از شناخت نعمت و شناخت منعم برای ما حاصل خواهد شد، بتونیم انشاءالله اسباب زیادت و افزایش این نعمت را فراهم بسازیم. در محضر استاد گرانقدر جناب آقای وسیق هستیم و در این بخش دوست داریم که نمونه های از سیره پیامبر گرامی اسلام را که در واقع برای ما نشان میده که حضرت چگونه برای ما درس شکر در مقابل نعمت‌های پروردگار متعال را دادن بیان بفرمایید. تشکر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک واقع و داستان را در ارتباط شکر بیان میکنه، چون امو شکر باعث تداوم نعمت‌ها میشه و ناشکری امو نعمت‌ها از داشته‌هایی که انسان داره و از دستش میره. چون الله متعال در آیات زیادی از قرآن کریم اشاره میکنه و یکی از اسبابی که همه ثروت و سرمایه مردم رفته، میفرماید که فکفرت بی انعام الله فذاقه الله لباس الجوع والخوف، اینها ناسپاسی و نافرمانی به نعمت های پروردگار کردن و الله متعال هم لباس فقر و بیچارگی و ترس را بلای از اینها مسلط ساخت. بله. و این به سبب اعمال زشت و بدی که اینها میکردن و ناسپاسی میکردن از نعمت های پروردگار و ایره میگفتن که مثلا اینها همگی از همو فکر و ذهن ما هست، از همو لیاقت و شایستگی ماست که خودمون پیدا میکنیم، که مثلا در ارتباط قارون خداوند قرآن بله. کریم رو ذکر میکنه. در ارتباط پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک واقعی را بیان میکنه در ارتباط شکر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید در بنی اسرائیل سه شخصی بوده که یکی از چشمش بینا نبوده و یکی از هم موی سر نداشته و دیگه هم پیس بوده. یک شخص پیس بوده، یکی موی سر نداشته و دیگه هم نابینا. الله متعال اینها را یک امتحان میکنه و جبرئیل علیه السلام را نزد یزیو روان میکنه. اولا میاد پیش شخصی که پیس است، یعنی جلد شفاف و درست نداره. جبرئیل علیه السلام برش میگه که خداوند برتون سلام گفت. بعد از او گفت که چی میخوای و چه خواسته ای داری؟ گفت حالا اولین خواسته ما همی است که همین جلد شفاف را خداوند برای من نصیب بگردان، چون مردم با من آن نمیخوره، غذا نمیخوره، با من دست بله. نمیتن، جلد شفاف از الله میخوام. گفت خود درست است، این قبول میشه، غیر از این دیگه چی میخوای از نعمت ها؟ گفت که والله من شتر خیلی دوست دارم، خداوند یک مادر شتر را برای از این نصیب گردوند، این مادر شتر دیگه تولد کرد و خیلی شتر از این زیاد شد. نزد شخصی که موی نداشت پیش از این آمد، از خدا چی میخوای؟ گفت از خداوند موی میخوام. غیر از او گفت من گاو دوست دارم، یک مادر گاوی را خداوند برای از این داد که بسیار از این نسل زیاد شد، خیلی گاوی زیاد شد. شخص نابینا آمد، گفت از خداوند چی میخوای؟ گفت من چشم بینا دیگه جای را ببینم. گفت که خب غیر از این، خب خداوند چشم بینا برات داد دیگه نعمت ها. گفت من یگان گوسفندی را خداوند، یک گوسفندی را برای از این. خب بسیار وضعیت زندگی از اینا خوب شد، خیلی بله. تا مدت اینا ها استفاده میکنن. پس الله متعال ملائکه را روان میکنه به خاطر امتحان از یکی از نعمت ها شکرگزاری میکنن یا خیر. اول شخصی پیش، شخصی هم پیس میایه، میگه که من به نام او ذاتی که تو جلد شفافی نداشته، خداوند بر تو یک جلد زیبایی را نصیب گردانید، من واقعا وضعیت اقتصادی خیلی خراب و ما کمک هم کاری بکن.
گفت برادر ای ما ای گاوا به حساب شدارایی که مانده ای مال از اجداد و مسی میراثی مانده و اونها بسیار زحمت کشیدن، بنان ما خودمان زیاد زحمت کشیدم، بنان ای خود مفتکی برای من اومده که بر کسمو تو صدقه و خیرات بکنم. اینا جواب داد. وقتی جواب داد خداوند پس وضعیتی از این نعمتایی که الله برش داده بود همه از پیش از این سلب شد و گرفته شد. نزد شخصی که موی نداشت نزد از این هم آمد این هم جواب داد، گفت نه خیر، گفت ما بسیار به زحمت پیدا کردیم و این مفتکی نیست، ما به کس نمیدیم. این هم به محالت دیگهش گشت، تنها نزد شخصی نابینا آمد و نزد از این آمد گفت که برو هر چی را که خواستی بردار و هر چیزی که خواستی بگذار. بله. این نعمت هایی که بود پروردگار، من یک آدم نابینا بودم، خداوند اول برای من بینایی نصیب گردانید، بعد از اون نعمت ها را در اختیار من قرار داد. دیگه من باید شکرگزاری نعمت ها را، نعمت های پروردگار را به جا بیاورم. درست. اما اس که خداوند متعال این نعمت ها را برش گفت نه، دو تا اندیوار رفیق ناکام شد، این نعمت ها با تو باشد، تو از استفاده بکن. از همین خاطر استاد گرامی همین شکر به سه بخش و سه قسم است. یکی شکری است که توسط زبان انسان شکرگزاری نعمت‌های پروردگار، مثلا شکر، این شکری که به توسط زبان است از ذکر و از کار و تسبیحات و تقدیسات پروردگار است. شکری که به طرف به قلب میشه، شکر القلب، که انسان در قلبش با اون چیزی که الله تعالی برش داده با او تسلیم میشه، با او قناعت میکنه و محبت پروردگار در قلبش است و همیشه در ارتباط نعمت‌هایی که الله برش داده ولو که چی کم باشه و بیشتر است با او راضی هست، رضایت داره. بله. چی کم باشه. و سوم شکری جواره هست که مثلا با اعضا در کارهای خیر سهم میگیرین، با مردم کمک و همکاری میکنین. شما مثلا عبادات هایی که به حساب مربوط فیزیکی میشن، مثلا نماز خواندن است، روزه گرفتن است و حج کردن است، اینها رو انجام دادن. یعنی این در این صورت تنها به زبان نمیشه که ما بگیم شکر شکر اما نماز نخونیم، عبادت پروردگار رو نکنیم. یعنی در واقع هر سه مقام رو باید با هم داشته باشیم. باید در سه مقام رو مقام شکر لسانی، قلبی و جواره عملی. هر سه از اینه. باز در صورت ما واقعا شاکری واقعی هستیم که الله تعالی در ارتباط اوصاف صفات مؤمنین میگه شاکرن، در ارتباط انبیاء علیهم السلام شاکرن لانعامهی، در ارتباط حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که بله، سلیمان علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یکی از اوصافشان این که میگه این پیغمبران شاکرن لانعامهی، اینها همیشه شکرگزار بودن به نعمت هایی که الله تعالی در اختیارشان قرار داده بود، مثل حضرت ایوب علیه السلام دیگه پیغمبران. بسیار خدا خیرتون بده. جناب استاد، در حالات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقش شده که ایشان هنگامی که نعمتی بهشان میرسید و به اصطلاح از داشتهایی که پروردگار متعال بهش عنایت میکرد چیزی بهشان میرسید، میگفتن الحمدلله علی هذه نعمه، خداوند را شاکرم بر این نعمت. و هنگامی که بهشان مصیبتی وارد میشد و گرفتاری عاید حالشان میشد، میفهمیدن الحمدلله علی کل حال. سوالی که مطرح هست، یعنی حمد خدا در هر حالی، او سوالی که بر ما میتوند درس داشته باشد جوابش، میخوایم حضرت عالی بفرمایید، این است که چگونه انسان به مرحله‌ای برسه که هم در مقابل نعمتهای خدا که سبب خوشحالی انسان میشه و مورد پسند انسان هست، حمد خدا را به جای بیاره و مقام شکر داشته باشه، و هم در هنگام مصیبت و سختی و گرفتاری. یعنی در واقع شما پیشتر فهمیدین که به حال در مصیبت باید صبر داشت. اینجا در سیره پیامبر گرامی اسلام میبینیم که ایشان مرحله بالاتر از صبر دارن، یعنی هم در نعمت شاکرن هم در مصیبت باز هم حمد خدا را میگن. چگونه به این مقام میشه رسید؟ درست، این دستوراتی هست که ما به این حقیقت پی ببریم و بفهمیم که ان لله ما اعطا وله ما ان لله ما اعطا وله، یعنی ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. ما به این مرحله وقتی برسیم که هر آن چیزی که میگیره و هر آن چیزی که میدهد و ما عندكم و ما عندكم، یعنی هر آن چیزی که نزد شما هست همگی از جانب پروردگار است. وقتی ما به این مرحله رسیدیم که هر آن چیزی که دار و نداری که ما داریم در اختیار داریم، خودمان، اولاد ما، فرزندان ما، مال و ثروت و سرمایه ما، همگی از الله هست،
وقتی ما به این پی بردیم که در حقیقت مالک و متصرف همه چیز تنها الله سبحانه و تعالی هست، پس ما در هیچ حالتی مایوس نمیشیم. چرا؟ به خاطر از اینکه الله برای ما چیزی داده و بر ما گفته شکرگزاری بکن. چون اگر ما در زندگی ما یک کسی برای ما یک خوبی بکنه، درست، ما کوشش میکنیم از او کرده بیشتر خوبی بکنیم. بله، بله. ما وقتی که ایره پی بردیم، انشالله که ما در تمام خوبی ها الله متعال ولا یرضى لعباده الکفر، الله متعال و بندگانش هیچ وقت کفر را و هیچ وقت ظلمی را روا نداشته و همیشه به بندگان خود خوبی را پسندیده. و وقتی که ما از نعمت های پروردگار درست استفاده بکنیم، واقعا با پروردگار نزدیک میشیم. وقتی با پروردگار نزدیک شدیم، انشالله که ما همو شکریت و شکرانه و سپاسگزاری نعمت های پروردگار را به صورت درستش انجام میدیم. خدا به شما ثواب و پاداش عنایت بکنه جناب استاد. تشکر میکنم از فرمایش شما. و چقدر زیبا فرمودن این جملات را که از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجای آورد. تا دیدار آینده، خداوند حافظ و نگهدار همیشه.